دفع میشه و میتونیم با شما صحبت بکنیم. اما قبل از اون بریم صحبت کنیم با مهدی آقازمانی که با ماست. مهدی، درباره شبکه‌های اجتماعی و بهداشت روانیش که یه مقدار صحبت کردیم، اما تأثیری که روی روابط اجتماعی کاربراش میذاره چطوره؟ ببینید، اون چه که تا این لحظه در مجموع نظراتی که نگار علل خصوص از اینترنت خوند و اون چیزی که خانم دکتر محمودی گفت، من هنوز احساس میکنم کاربرایی که نظر دادن شناخت واقعی از عصر نو پیدا نکردن. اولا یه توضیح کوچولو در تکمیل فرمایشات خانم دکتر محمودی من عرض کنم. وقتی که عصر مفرق اتفاق افتاد و انسان توانست از آهن و از فلزاد نوکای تیز بسازه، اونهایی که به فکر پیشرفت جامعه بشری در همون دوران ابتدایی تاریخ بودن به شکار پرداختن و تونستن از این وسیله حتی گاواهن خیش رو بسازند و زمینها رو شخم بزنند و رشد ایجاد کنند، همین مفرق، همین آهن در واقع تبدیل به شمشیر شد و بعد در جنگ ها برای بین بردن و کشتن خود آدم ها هم استفاده شد. نحوه استفاده از یک پدیده نمیتواند اون پدیده رو مثبت یا منفی تلقی کنه. اون چه که به عنوان اعتیاد ارائه میشه یا اون چه که به عنوان پایان آورنده سطح برقراری ارتباط لمسی بین آدم ها بیان میشه، به اون جهت هست که بعضی ها افراد کردن در این قضیه. اما اگر این افراد وجود نداشته باشه، همونجور که خانم دکتر محمودی گفتن، در حوزه فکر و اندیشه موجب رشد بشه و این رشد رو ما در زندگی عمومی خودمون هم، در زندگی، حالا در تعبیری که محشید شما داشتی که میگفتیم مجازی و حقیقی، در زندگی حقیقی خودمون هم این رو بروزش بدیم، طبیعتاً اون ارتباطات بین انسان ها خیلی خیلی گسترده تر، عمیق تر و صاحب کرامت بیشتر میشه. بسیار خوب. اما درباره همون روابط اجتماعی، الان این صحبتایی که کردی در واقع یک جور همین، شاید بشه گفت به خاطر اینه که خیلی زوده، که به خاطر اینکه یه پدیده جدیده که بخوایم دربارهش حالا قضاوت مثبت یا منفی داشته باشیم یا تعبیر مثبت یا منفی داشته باشیم. اما روابط اجتماعی که من اشاره کردم، واقعا روی اون چقدر تاثیر گذاشته این شبکه‌های اجتماعی که حالا با توجه به همون تعریف مجازی و حقیقی، واکنش‌های اجتماعی آدما چقدر تغییر کرده؟ به زعم من بسیار زیاد، به خاطر اینکه شما بیشتر از دوستانتون و آدم‌هایی که می‌خواهید و تمایل دارید که با اونها در ارتباط باشید آگاهید. شاید قبلا من به دوستم، ببینید، اولا اینو در نظر بگیرید که این شبکه‌های مجازی در واقع یک روند تکاملی فناوری مخابراتی و ارتباطات مخابراتی است. یه روزی شما یه تکست مسیج ساده ارسال می‌کردید، یه اس ام اس ساده ارسال می‌کردید، این حال تبدیل شده به یه ارتباط کامل‌تری که از وبکم ازش استفاده می‌کنید و اون ارتباط مجازی کوتاه و خیلی خیلی مختصر رو خیلی گسترده ترش میکنه. شما تو فیسبوک فیلم سال میدونید که من دیشب چه کار کردم، از احوال و حالات من با خبری، چه استاتوسی گذاشتم، خوشحال بودم، ناراحت بودم. عکسای من رو میبینید که در طول مثلا 2-3 ساعت قبل، 5 ساعت قبل، 10 ساعت قبل کجا بودم، چه اتفاقی برام افتاده و از روز من با خبرید. با داشتن این اخبار از امروز من و از اون چیزی که من به حقیقت از خودم در فیسبوک ارائه کردم، وقتی با من تماس میگیری یا وقتی با من در ارتباطی، خب خیلی راحت تر میتونی با من ارتباط داشته باشی، چون شناخت صحیح تری از موقعیت حال من در اختیار داری. بر اساس اون شناخت صحیح، اگر کمی هم استعداد یا به قول معروف هوشمندی رو بهش اضافه کنیم، طبیعتاً میتونه روابط بین دوستان رو تقویت کنه، ارتباطات رو تحکیم کنه. همونجور که نگار گفت، وقتی ما ایونت هامون رو، مهمانی هامون رو روی فیسبوک اعلام میکنیم و از دوستانمون دعوت میکنیم یا خیلی از کارهای دیگه اینترنتیمون رو به وسیله فیسبوک انجام میدیم یا به وسیله شبکه‌های اجتماعی کلا انجام میدیم، این فرایند رو پدید آوردیم که شناخت بهتر و دقیق‌تری از دوستانمون داشته باشیم، گروه بندی های متفاوت تری داشته باشیم که تو اون گروه بندی ها بدونیم با چه کسانی هم عقیده تریم یا از چه کسانی عقایدمون دورتره. حتی در انتخاب دوستی های حقیقی و همنشینی های لمسی، همونجور که خانم دکتر محمودی هم گفت، اینجا خیلی 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 به ما کمک میکنه این اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میگیره. بسیار خب، برمیگردیم به شما. نظر جعفر